سلام. همونطور که انتظار می‌رفت، رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد از ماه آینده روند بیرون کشیدن سربازان کشورش از افغانستان آغاز میشه و 5 ماه دیگه همزمان با 20مین سالگرد حمله به طالبان همه سربازان خارج خواهند شد. نیویورک تایمز عکسی انداخته از جو بایدن در قبرستان آرلینگتون در میان سنگ قبرهای سربازان آمریکایی که در جنگ افغانستان کشته شدند، با نقل قولی از او که وقتش رسیده جنگ تمام نشدنی رو تمام کنیم. آقای بایدن در سخنرانی تلویزیونیش به مردم آمریکا گفت ماندن در افغانستان را دیگر نمی‌شود توجیه کرد. من الان 4مین رئیس جمهور آمریکا هستم که مسئولیت حضور سربازان آمریکایی در افغانستان رو بر عهده گرفته. 2 جمهوری‌خواه و 2 دموکرات. من این مسئولیت رو به نفر 5م نمی‌سپارم. بعد از رایزنی با متحدین و شرکا و رهبران نظامیمون و با کنگره و مقامات اطلاعاتیمون و بعد از مشورت با آقای غنی و بسیاری از افراد در سراسر دنیا، من به این نتیجه رسیدم که زمان اون رسیده تا طولانی ترین جنگ آمریکا رو پایان بدم. وقتش رسیده سربازان آمریکایی به خونه برگردن. تصمیم آقای بایدن مخالفان زیادی داره، هم در داخل افغانستان هم در خود آمریکا، به ویژانهایی که معتقدن آمریکا داره از زیر مسئولیت شانه خالی میکنه چون افغانستان و دستاوردهاش در خطره، و اونهایی که میگن طالبان همچنان یک تهدید برای آمریکا باقی مونده. این تصور برای ما ایجاد میشه که جنگ تموم شده و جو بایدن طولانی ترین جنگ تاریخ آمریکا رو پایان داده. با احترام به رئیس جمهور بایدن باید بگم شما جنگ رو تموم نکردید، بلکه تمدیدش کردید، محدودش نکردید، بلکه بزرگترش کردید. شما دارید همون بلایی رو سر ما میارید که در عراق آوردید، یعنی ما رو در معرض دنیایی از آسیب قرار میدید. وضعیت کووید در بعضی شهرهای کانادا وخیم شده. تیتر اول تورنتو استار: بیمارستان‌ها در کلان شهر تورنتو در تکاپو برای رسیدگی به بیمارانی که شرایطشون بحرانیه. در بعضی بیمارستان‌ها کمبود جا باعث شده تا بیماران در راهروها معالجه بشن. مقاله میگه بیمارستان‌های تورنتو و هومه صدها پزشک و پرستار و دیگر پرسنل درمان رو دارن جابجا میکنن تا بتونن جوابگوی افزایش چشمگیر مبتلایان باشن. برای مثال بیمارستان کودکان سیکیدز تورنتو تعدادی از تخت‌ها در بخش مراقبت‌های ویژه را به بزرگسالان اختصاص داده. استان اونتاریو در میانه موج سوم کووید و از هفته پیش محدودیت‌ها و قرنطینه دوباره اعمال شده. تیتر روزنامه استرالیان از نخست وزیر نقل می‌کنه که تلاش برای دستیابی به واکسن یک جنگه. اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا زیر فشاره چون برنامه واکسیناسیون اونجا مطابق انتظار پیش نمیره. او گفته مشکلات ناشی از تولید و توزیع واکسن، تغییرات در توصیه‌های پزشکی درباره تاثیرگذاری واکسن‌ها و عوارض جانبی و همچنین فراز و نشیب در آمار مبتلایان و مرگ ناشی از کووید در دیگر کشورها چالش‌های بزرگی مقابل برنامه واکسیناسیون در این کشور به وجود آورده. او گفته زمانبندی قبلی که تا 6 ماه دیگه همه بزرگسالان واکسینه شده باشن با حداقل یک دوز واقع بینانه نیست. وزیر تجارت استرالیا راهی اروپاست تا بلکه محموله واکسن آسترازنکای رو که این کشور قرار بود دریافت کنه اما اروپا متوقف کرده آزاد کنه. تا اینجا حدود 1 میلیون نفر در استرالیا با اولین دوز واکسینه شدند. صفحه اول لوموند فرانسه به گذر از مرز 100,000 مرگ ناشی از کووید اختصاص داره. تیتر هم کشتار یا قتل عام کووید به نسبت جمعیتش در اروپا. الان فرانسه پس از قبرس و سوئد بیشترین تعداد مبتلایان به کووید رو داره. از 2 هفته پیش هم فرانسه شاهد افزایش سختگیری ها بوده. فروشگاه های غیر ضروری تعطیل شدن، سفر بین استان ها به شدت محدود شده و از 7 شب مقررات منع رفت و آمد اجرا میشه.